عجب چیزی شد. یعنی ببین این 10 تا سور خیلی بیریخته. بذار برم. خدایا چند تا دونه موز نارس، یعنی 100% نباشه 90% رسیده باشه. اینم این موز رو گرفتم و اومدیم سراغ شکلات. اینم دارک چاکلته و وزنش هم 375 گرمه. قیمتش هم بهتون نشون بدم، اینم قیمتشه 2.50 خریدمش. این از این و اینم شیر عسلی خودمونه. میتونید بیاید اینم شیر عسلی چند بودنی؟ 1.80. 1.80 هم شیر عسلیه. بریم حالا با هم دیگه یه بستنی مشتی. البته هوا اینجا که سرده، ولی جایی که شما هستید گرم، دلتون هم گرم میشه. بریم یه بستنی مشتی یاد بدم، وقتی میخورید حالشو ببرید. میتونید با اضافه کردن یه چیزی بکنینش تقویت کننده قوای کل بدن و حالشو ببرید. اما قبل هر چیزی میخوام بهتون بگم این یه بستنی سالم و خوشمزه. من اینجا تو استرالیا هم خیلی ها میخورم و درست میکنم. این شکلات رو یادتونه خریدم. این ها این شکلاته، شکلات رو براتون در بیارم ببینید. به به، این ها شکلاته. حالا کاری که میکنم اونجا آب جوش رو گذاشتم، داره آب 100% اینجا جوش میاد و این ظرف شیشه ای رو روش گذاشتم که شکلات ها رو کاملا بریزم توش. بریم با هم دیگه انجامش بدیم. قلقله ریز رو میبینید؟ آب داره بیار بالا. میبینید داره آب جوشه. حالا کاری که میکنم شکلات ها رو تکه تکه میکنم و میندازم داخلش و بهش فرصت میدم تا کاملا آب بشه. شکلات آب بشه، من موزا رو بیارم. این موزا درشت بزرگ هم من انتخاب کردم. بذار اندازه بزنم ببینیم اینجا چقدرش باید بریده شه. اینو بکنم شابلون برای خودم. موزا رو هم حالا من میخوام اینجا تو این ظرفه بذارم که بذارمش تو یخچال. اولین کاری که میکنی این موزامونو به این شکل پوست میکنیم، به این شکل. این چوب بستنیارم اگه تو استرالیا هستید کلت که میرید کافی که گذاشته با اینا هم میدنن بغلش چوبشو گذاشته، میتونید از اونجا بلند کنید، ولی من گفتم به صاحب شما باور نکنید. خب این از این و اینم چوب بستنی. موزه رو اینجوری میگیریم. این الان تا این مرحله آماده شده. حالا بعد ببینم اینجا تو چه شکلی وای میسته. اگه پوزیشنش خوب نبود میتونیم یه تیکم بشکنیم بعدش از بالا بزنیم به این شکل. نگاه کنید آنی جان، اینجا رو میتونی بگیری عزیزم. ببینید دیگه اینجوری از بالا میتونه وایسه. میبینید اینا اینجوری وای میسته. اما من فکر میکنم همین یه دونه هم بزنیم کفایت بکنه، همین نوکش به این شکل اینجا باشه. اوکی، حالا موزه رو درست کنم و برگردم. خب اینا آماده شد. در رابطه با این بهتون بگم، در رابطه با شیر عسلی، البته این برای استرالیا فرق میکنه. ببینید باید تو دمای محیط باشه. اینجا هوا خیلی سرده. استرالیا رو ببینم یخچال 12 درجه است، خودش صفر میکنه. من به مدت 15 ثانیه اینو گذاشتم توی مکروفر که فقط میبینید یه مقداری بخاری دارم، برای اینکه صدا تو فیلم نیفته نمیتونم روشن کنم، یه مقداری کار ما رو سخت کرده. این از این، این میشه روکش اولیه. خب این روکش اولیه مونه. نگاه کنید شیر عسلی رو کامل بهش میزنیم. تازه با یه دونه شیر عسلی شما میتونید یه عالمه از این درست بکنید. ببینید اینجوری به شکل یه لایه این شکلات ها. اون شکلات رو من باش کار کردم. اینو کاملا من به موزا بزنم همه قسمتاش مطمئن باشم گرفته و دوباره بیام مرحله بعدش رو بهتون نشون بدم. روکش اولیه‌مون میبینید؟ این از روکش اولیه سعی کردم که همه جاشو بزنم. شیر عسلی هم به هر حال اگه دوست نداشتید فقط کاکائو خالی هم میتونید بزنید. اما مرحله بعدش رو بهتون یاد میدم. خیلی این باحاله، خیلی فانیه و هر کی هم میخوره سورپرایز میشه. این از این تو این روزای گرم حتما حالتون رو جا میاره. حالا روی دو تا دونهش، نه روی همش، این پودر جنسینگه. روی دو تا دونهش اینجوری من یه مقداری از پودر جنسینگم که خودم گرفتم میزنم.
جنسینگ اگه مشکل فشار خون دارید نخورید. برای چی میگن تقویت کننده قوای جنسیه جنسینگ؟ برای اینکه یه دفعه فشار خونتون رو میبره بالا، به همه جا خون رسانی میکنه، یه دفعه حالتون رو کاملا تغییر میده. اما اگه دوست داشتید حالش رو ببرید، برای شب جمعه میتونید یه عالمه جنسینگ بهش بزنید، حالش رو ببرید. خب این از این. الان اینا آماده شد، ظرفش رو عوض میکنم و مستقیم راهی فریزر میشه. به این مرحله رسید دیگه متوجه میشید که همه جا شیر عسلی هست، میره داخل فریزر و میمونه تقریبا یک ساعت فقط خودش رو بگیره. برم من یه سری هم به شکلاتا بزنم. این پسته ها رو خوردش میکنیم. اگه نداشتید بادوم، نداشتید گردو، فندق، برای کلش هم برای سرش هم چیز میزنیم درش که میره منو بگیر پنشون مادرم ایران بودم شبونه منو برده بودم. این شایفیم سوپر شد آقا شنگه دیگه. این میره حالا یه دونه زدم نمونه، میره داخل یخچال، میره داخل یخچال صفر میشه. وای وای بذارید. خب حالا بریم یه دونه دیگه من از یخچال در بیارم. آنی به خدا خوشمزه است. حالا شاید روخش بد باشه ولی الان بریم باقیش رو درست کنیم. خب اینا رو از یخچال در میارم. نمیخوام یخ بزنه 100%. نگاه کنید اینا رو آوردم، ولی بعد خیلی حوصله به خرج بدید. بریم با حوصله اینا رو چاکلت روش بزنیم. اینم بهتون بگم ور ندارید چاکلت رو آب آبش کنید، کاور براش درست کنید. این مت تیکه‌هاش قلمبه باشه، وقتی میخورید سورپرایز بشید. بریم پای کار بهتون نشون میدم. حالا تیکه شکلات هم سعی میکنیم که نورش، کاری که میکنیم شکلات رو تیکه‌های بزرگ ور میداریم، بذارید غلظت شکلات هم زیاد بشه، به این شکل روش میندازیم. 100% هم نمیخوایم کاور بشه. این لاهاش قراره که با اون ناتسایی که داریم، با اون حالا بادوم، پسته، از هر چیزی که میخوای بهش بزنی. و نداری فقط 100% کاورش کنی، چون کاوره که بشکنه این شکلات ها این کار نیستش، همش میریزه. من قبلا هم درست کردم. همینجوری تیکه تیکه میزنم و با حوصله بهتون مرحله بعد نشون میدم چیکار کنم. قبل اینکه سرد بشه اینجوری داخل پسته میخوابونیمش و اینجوری هم ضربه میزنیم. میبینید مشتی و باحال. نوکشم چند تا دونه زرشک مشتی میچسبونیم. فقط باید دقت بکنید که همه جاهاش بره. الان که داره میبینید فلکسیبل میشه، الان که داره سفت میکنه خودشو. نه نه ترس، میرسه آقا میرسه. من همه فیلمو، من تمام فیلمو با این ببینید. خیلی بیریخته نخندید نخند آنی تو میخندی، مردم هم میخندن. فهد آقا جلی وای فیلمتو دیدیم چقدر خوشمون اومد. آقا زیر 18 سال نبینه اینو، من چیکار کنم دیگه؟ حالا این شیپش یه جوری شده. خب اینا ها نگاه کنید، بیوتیفول. باقیشو بزنم بریم تو کار این که بذاریمش داخل فریزر. عجب چیزی شد. یعنی ببین این 10 تا سور به اکبر مشتی زده. ببینید بعضی وقتا بعضی چیزا ازم نقل درست کردنش نیستش که، این بستنی و سلب و این حرفا نیست، ولی همین وقتی که کنار هم درست میکنید، میخندید، فان درست میکنید، اصلا میتونید به بچه هاتون یاد بدید خودشون درست بکنه، مهموناتون رو میتونید برای مهمونی در نهید. این شیپش خیلی بد شد، به درد مهمونی نمیخوره، میگم بارم از خلی کنن، ولی میتونید درست بکنید حالش رو برید. اما اگه درست کردید مردونه برای من تو این ساعت من بفرستید. بذارم تو یخچال خودش رو بگیره، بهتون نشون بدم ببینید فقط چه معجونی در تمام. میای فیلم بگیریم همسایه هم شروع میکنه یه دونه BMW های قدیمی ها وینتیج ها داره، هی گاز میده. بهش کنم با گاز دادن درست میشه که مکانیک بیاد. حالا درست میکنه، فیلم های ما هم داره خراب میکنه. رفیق هم مکانیک گودم بیاد نگاه کنه جلسه سرمون بکشه. خب بیاییم به به آماده شد. یه دونه من امتحانی به عشق شما میزنم. آنی میخنده. امیدوارم که درست بکنید، حالش رو ببرید. خیلی فان بود، باحال بود. ما موقع درست کردنش کلی خندیدیم و حال کردیم. اینجا استرالیایی ها برای بچه‌هاشون درست میکنن، تو روزای گرم تابستون میخورن. ما هم گفتیم یه حالی به شما داده باشیم بهتون یاد بدیم. بذارید برم خیلی بیریخته. بذار برم. خدای من خیلی خوشمزه شده. بعد لاکچری هم از پرستامستو هم زیاد داره باحال. درست بکنید، عکساشو یادتون نره برام بفرستید،
تو پایین دیسکریپشن هم چند تا فیلم باحال براتون میذارم، حتما برید نگاه کنید. خدایا رو نگهدارتون باشه.